شما گرامیان کتابنون بیننده برنامه عصر حریبا هستین و بی‌صبرانه منتظر شروع برنامه خود هستین. در این بخش از برنامه بانو گلسوم سعادت علوی در برنامه با خود داریم، استاد از لیسه رسالت در برنامه با خود دارین و مدن خوش خیلی خوش آمده میگم جناب استاد در برنامه عزیز و همکارا و همچنین تمام عزیزانی که بیننده برنامه هستن. خیلی خوش آمدین جناب استاد در برنامه. امروز میخواییم روی چون به عنوان استاد کار میکنیم و سر و کار شما با شاگردان و دانش آموزان هست و یک مسئله خیلی مهمی که این روز مطرح میشه ارتباط بین خود استاد و دانش آموزانه و این روز میخواییم شما روی از این موضوع صحبت بکنیم، بیشتر اشاره داشته باشیم روی از این که خود چی اهمیت داره در قراری ارتباط مثبت بین یک استاد و یک متعلم. اولی که در مکانهای آموزشی چه مکاتب چه پانتون و چه کلن پانزه‌ای که در حال تدریس هستن و شامل شاگردان هستن، چیزی که نکته خیلی مهم و قابل توجه هستن رابطه استاد و شاگرد هسته. اولین چیزی که برای یک استاد مهم باشه و چیزی برای شاگرد مهم باشه باید این روابط و این رابطه باید درست حفظ بشه و چیزی که موجب انگیزه برای شاگرد میشه و موجب میشه که شاگرد علاقه بیشتر به درس، علاقه بیشتر به مکتب یا پوانتون داشته باشه برمیگرده به رابطه استاد و همچنان همون محیطه که اونا در حال درس خواندن و تحصیل هسته، که در صورتی میتونه این رابطه به صورت درست برقرار بشه که استاد و شاگرد حد و مرزهایی که دارن اونا رعایت بشن و وظایفی که دارن، مسئولیتهایی که در قبال یکدیگر دارن باید اونا چی بشه انجام بشه. در صورتی که شاگرد تونست وظایف خود رو به خوبی انجام بده و استادم تونست وظایف خود به درستی انجام بده، مطمئنا این رابطه به بهترین شیوه حفظ میشه. تشکر از موضوعاتی که روی زمین اشاره کردین و اگر بیایم مسئولیت استاد در مقابل برقراری ارتباط با شاگرد اشاره بکنیم و بیشتر روی صحبت بکنیم که خود یک استاد بر علاوه کسی که آموزش یا در تدریس نقش داره در برقراری ارتباط با یک شاگرد تا چه اندازه نقش داره؟ اولین و مهمترین نکته که در یک محیط صنفی یا درسی مثلا باید رعایت بشه رابطه استاد یا وظایف استاد هست که استاد چه وظایفی نسبت به شاگردان داره. در قدم اول استاد باید با محبت و احترام با شاگردا برخورد داشته باشه. مثلا اگه مشکل به شاگردان میبیند یا ای که در زمینه درسی یا تحصیلی، باید با محبت و احترام با شاگرد برخورد داشته باشه. قدم دومی که هست، استاد به عنوان یک نماینده هست، به عنوان یک راهنما. اگر در صنف پایین ببینیم سن استاد با سن شاگردان خیلی تفاوت داره و استاد باید بتونه که مثل همون شاگردایی که در سن 7 8 9 یا 10 هست باید به همون خود تطابق بده و بتونه که رفتار درست با شاگردا داشته باشه تا شاگردا دلچسبی به خود درس و استاد پیدا کنه. و همچنین به خود درس صنف بالا که هسته، استاد باید بتونه رابطه درست با شاگردای صنف بالا برقرار کنه و با عنوان یک دوست و راهنما با آنها برخورد داشته باشه. و نکته سوم، تشخیص کودکان یا شاگردان. استاد باید تشخیص بده داخل صنف که این شاگرد شما چی ویژگی داره، این شاگرد چه اخلاقی داره و در مقابل این شاگرد باید چی برخورد انجام بشه. در صورتی که استاد تونست در قسمت تشخیص موفق باشه، مطمئنا میتونه رابطه راحت‌تر با شاگرد خود برقرار کنه. در بعضی صنوف ما شاگردهایی داریم که در قسمت رفتاری مشکل داره، در قسمت نگرش یا فکر مشکل داره. استاد باید با خیلی جنبه مثبت باید بتونه که تغییری در نگرش و رفتار شاگرد خود رو ایجاد کنه. شاگردی که در مقابل استاد مثلا حاضر جوابی میکنه یا جواب سر بالا میده، استاد باید بفهمید به چی شیوه باید شاگرد برخورد بشه که شاگرد متوجه اشتباه خود رو بشه. یا وقتی میبینه که شاگرد نسبت به چیز فکر منفی داره، استاد باید دلیل رو بیابه برای چی شاگرد همچین فکر یا همچین ذهنیت نسبت به این موضوع یا استاد یا شاگرد یا صنفی خود داره تا بتونه همون ذهنیت یا نگرش شاگرد رو تغییر بده. موضوع بعدی هست تشویق. تشویقی که توسط خود استاد صورت میگیره، استاد باید بفهمه که به چی شیوهی باید شاگرد رو تشویق کنه. تشویق در چه عرصه‌ای؟ در عرصه سهمگیری، یعنی شاگرد باید تشویق بشه در هر عرصه‌ای بتونه که شاگرد در تشویق کنه و او راه بیفته و بتونه کارهای خود رو به درستی انجام بده. و همچنین در قسمت
پیشرفت، فعالیت. شاگردان بعضی فعالیت بیشتر داره، بعضی فعالیت کمتر داره. نباشه که استاد فقط دنبال شاگردای باشه، شاگردای فعالیت داره، اونا رو آفرین بگه، به اونا تشویق کنه. باید در قسمت شاگردای فعالیت ندارن یا کمکی نسبت به بقیه ضعیف‌تر هستن، باید به اونا هم توجه کنه. و همچنان در رابطه بین شاگردا، باید در رابطه بین شاگردا دقت کنه که این شاگرد با شاگرد دیگه چی رابطه‌ای داره و اگر ببینه رابطه خوب هست که چه بهتر. ولی بعض اوقات ما صنفا یا کلاس ها افرادی می‌بینیم که گروه گروه هستن. استاد باید بتونه همین گروه رو چیکار کنه، از بین ببره و یک محیط کاملا دوستانه بین تمام شاگردان برقرار کنه. و نکته‌ای که برای شاگردان واقعا مهمه، اسم شاگرده که استاد به چه اسمی او رو صدا میکنه یا خطاب میکنه. مثلا با کلمه تو که بگه یا طرف با انگشت اشاره کنه چیز خوبی نیسته. میتونه اگر اسم مثلا اسم زهرا باشه، زهرا جان، مریم جان، یا که فاطمه جان، با اسم خطاب کنه و با احترام، تا اینکه شاگرد یک محبت از استاد به دلش پیدا میشه، میگه واقعا استاد هم اسم من بلده. و این باعث ایجاد صمیمیت بیشتر بین استاد و شاگرد میشه. تشکر بسیار زیاد جناب استاد. روی وظایف یک استاد در برقراری ارتباط اشاره کردین. اگر روی وظیفه خود یک شاگرد چی هست، به چه قسم باید یک ارتباط برقرار بکنه با استاد که بتونه همین شیوه دو طرفه ارتباط برقرار کردن به صورت درست صورت بگیره؟ همونطوری در قسمت اول به شما گفتیم به خاطر رابطه خوب بین شاگرد و استاد باشه، باید هر دو طرف وظایف خود رو به درستی انجام بده. در قسمت وظایف شاگرد بعضی نکات هست که شاگرد باید در نظر بگیره تا اینکه همه حد و مرزی که بین استاد و شاگرد تعیین شده، یک رابطه بین اینا هست، او به شکل بهتر پیش بره. اولی که ارج نهادن، یعنی احترام به استاد. شاگرد مثلا در هر سنفی، در هر سنی یا در هر سالی که هسته، باید بفهمه که با استاد باید چی نوع برخورد داشته باشه یا چی رو با استاد حرف بزنه. نکته بعدی که هسته تواضع و فروتنی. بعضی اوقات بعضی شاگردان چون از فامیل و از خانواده پولدار هستن یا که از لحاظ سطح اجتماعی خوب هستن، اونها نسبت به همون موقعیت خود خود خانقا غرور دارن. ولی همون شاگرد همون غروری که داره به اون غرور اشکال نیه، ولی باید بفهمه غرور در مقابل کی و در کجا باشه. و هیچ شاگردی نباید در مقابل استاد خود غرور داشته باشه و تا جایی که میتونه از فروتنی و تواضع اونا پیروی کنن. قسمت بعدی که هسته اسم استاد رو به احترام یاد کنه، چه در غیاب استاد باشه چه روبروی استاد باشه. مثلا اسم وقتی که اسم استاد رو به احترام یاد میکنه، یک محبتی یا یک احترام در دل خود شاگرد ایجاد میشه که مثلا این استاد خانم چی یا خانم چی، مثلا با اسم یا به شکل کوچک استاد رو خطاب نکنه و سپاسگزاری از استاد داشته باشه. در مقابل درسایی که مثلا درسته که وظیفه استاد هست تدریس کنه و مشکلات شاگرد حل کنه، ولی شاگرد در مقابل همی و زحمت که استاد میکشه تشکر از استاد کنه، سپاسگزاری کنه. و در قسمت بعدی تحمل. شاگرد بعض اوقات تندرویی از استاد میبینه یا خشم و پرخاشگری از استاد که میبینه، باید تحمل داشته باشه، باید یک واکنش درست و منطقی در مقابل استاد نشون بده و اینکه معذرت خواهی کنه شاگرد. چرا؟ چون بعض استاد که بی دلیل موجب، یعنی پرخاشگر نمیشه، بی دلیل تندرویی نشون نمیده، حتما شاگرد اشتباهی مرتکب شده و باعث شده که تغییراتی در استاد به وجود بیاد. و در این قدم شاگرد اگر معذرت خواهی کنه، به هیچ عنوان از شخصیت شاگرد چیزی کم نمیشه و باعث میشه که یک محبت بین خود استاد شاگرد به وجود بیاد و خود مقام شاگرد در مقابل استاد هم بالاتر بره. و نکته پیشتاز بودن شاگردان در نهایت همین قسمتی که وارد صنف میشن. شاگردان باید پیشتاز باشه در قسمت مثلا ساعت تفریحی هست یا قبل از اینکه استاد به صنف بیاد، شاگرد باید قبل از ورود خود استاد به صنف بیاد. و همچنین وقتی که شاگردان داخل کلاس درسی هستن، موقعی که استاد وارد صنف میشه باید احترام کنن، از جا بلند شن یا اینکه سلام چیز داشته باشن تا اینکه هم احترام به استاد بشه و کلا شاگردان، یعنی همین جوی که قبلا استاد بوده، استاد قبلا داخل صنف نبوده و فعلا داخل صنف هست، باید جو کمکی فرق داشته باشه. و خود شاگردان آمادگی روحی و جسمی داشته باشه. شاگردی که سر کلاس میای، یعنی خیلی خوابالو خسته نباشه، یا اینکه
خود خستگی ذهنی خود درست زندگی بدون مشکل نیسته و هر انسان مشکلات خود خور داره، ولی شاگرد کوشش کنه وقتی که داخل صنف یا محیط درسی میشه مشکلات ذهنی خود خور کنار بذاره و با اعتماد به نفس یکی روحیه باز سر کلاس بشینه و به درس توجه زیاد کنه، که اگر سر کلاس بی حوصله باشه یا اینکه خوابالو بشینه استاد فکر میکنه که ساعت درسی یا اینکه طرف زدنمه بره شاگرد خسته کننده و این موجب میشه یک فکر و نگرش منفی در استاد ایجاد بشه که عامل نگرش منفی هم خود شاگرد هسته. و عدم ایجاد مزاحمت شاگردان، بعضی شاگردان یعنی داخل هر صنفی شاگردای خوب داریم، شاگردای بد داریم، شاگردایی که ایجاد مزاحمت میکنه یا که قصد اذیت کردن استاد دارن، در ساعت‌های درسی ایجاد مزاحمت نکنن یا که سر صدا نکنن یا که زیاد بیرون نرن یا که بیجا بین درس سوال نپرسن، که اگر در صورتی که این مزاحمت یا که این اخلال‌ها در مابین ساعت‌های درسی نباشه خیلی بهتره. و نکته آخر که هست، شاگرد باید مراقب رفتار، کردار، رفتار و همچنین مراقب صدای خود باشه. موقعی که استاد میایه داخل صحن باید به چی شیوه داخل صحن بشینه شاگرد، یا به چی شیوه وقتی استاد داخل صحن هست از جاش بلند شه جای دیگه بره، یا موقعی که با خود استاد حرف میزنه به چه لحنی با چه صدایی و با چه تون صدایی حرف بزنه، باید شاگرد این کلا این نکته حرف بزنه، یا اینکه موقعی که استاد یک چیز به اون میگه نگه چرا، نه یا من موافق نیستم، چرا استاد نسبت به تو خیلی بهتر میفهمه که چی به نفع توه و چی به ضرر توه، و به خاطر همین شاگرد ما این نکات رو در نظر بگیرن تا اینکه بتونه یک رابطه بهتر با استاد داشته باشن. تشکر بسیار زیاد جناب استاد که اشاره کردیم روی چیزهایی که باید یک شاگرد مد نظر بگیره و چیزهایی که باید در مقابل از یک استاد مد نظر بگیره تا یک ارتباط خیلی خوب با هم دیگر داشته باشن. اشاره کردیم روی رفتارهایی که یک استاد باید مد نظر بگیره که تا بتونه یک ارتباط خیلی خوب با متعلمین و شاگردان خود برقرار بکنه. زمانی که ارتباط بین شاگرد و استاد برقرار شد، چه ویژگی‌های مثبت میتونه در شاگردان ایجاد بشه و در عرصه تدریس، در عرصه رشد و در عرصه از که بیان یک نمره خیلی خوبی هم بگیرن و یک کارایی خیلی خوبی داشته باشه؟ به نکته خیلی خوب اشاره کردین و اینکه رفتار استاد چه تأثیر روی شاگردان میتونه داشته باشه. اول نکته مثبت که روی شاگرد ایجاد میشه، وقتی استاد رفتار درست و شیوه درستی داشته باشه با شاگرد، ایجاد حسن خلق میشه. یعنی چی؟ یعنی باعث میشه که یک اخلاق نیکو و درست در شاگرد ایجاد بشه که این از لحاظ اجتماعی واقعا یک شاگرد یک شخص رو حمایت میکنه. ما اشخاص داخل جامعه داریم که مثلا به هر منصب رسیده یا دکتر یا انجینیر، ولی در صورتی که از لحاظ اخلاقی مشکل داشته، از لحاظ برخورد مشکل داشته، از چشم بقیه میفته، و به همین خاطر رفتار درست استاد باعث میشه که یک اخلاق نیکو در شاگرد ایجاد بشه. دوم چشم پوشی. استاد بعض اوقات از اشتباهات یا خطایی که از شاگرد سر میزنه چشم پوشی میکنه و نادیده میگیره و ای که به شاگرد هم تذکر میده. همین چشم پوشی ها موجب میشه که خود شاگرد چشم پوشی استاد رو یاد بگیره و تقلید کنه و در مراحل بعدی زندگی خود و در مراتب بالاتر که میره از چشم پوشی استفاده کنه و خیلی راحت نسبت به اشتباهات بقیه خانواده دوستا صرف نظر کنه و زیاد به این چیزا گیر نده. موضوع بعدی که هست رعایت مساوات و عدالت. استاد که سر کلاس هست در حین درس دادن باید عدالت مساوات باید رعایت کنه. حتی موقعی که درس رو توضیح میداد در قسمت نگاه به شاگردا، قسمت که به انگلیسی میگه آی کانتکت، خب در این قسمت باید چیکارش باید دقت داشته باشه. وقتی شاگرد به قسمت ردیف اول تا ردیف آخر یا راست چپ که نشسته باید نگاه مساویانه داشته باشه تا اینکه شاگرد چی بشه جلب به درس و جلب به استاد بشه. در صورتی که استاد به یک گوشه به یک شاگرد دقت کنه نگاه کنه، نسبت خود شاگرد نسبت به استاد این نگرش منفی در دل خود ایجاد میکنه و اینکه حواسشو پرته، میبینه استاد به اونا نگاه نمیکنه، دقت در درس نمیکنه، خیلی راحت قلم برمیدار نقاشی میکشانه یا با هم دیگر صحبت میکنه، ولی وقتی استاد از یک گوشه تا گوشه دیگه صنف نگاه بندازه خواه نخواه شاگرد مجبور میشه تا اینکه درس گوش بده. قسمت بعدی که هست اجتناب از خشونت. وقتی که از شاگرد کارخانگی نمیاره، شاگرد یک رفتار یا که یک عکس العمل از شاگردان میبینه، استاد کوشش کنه که خشونت نشون ندن و اینکه اگر در صورتی که میبینن خطا این خیلی بزرگه نمیتونه کاملا چشم پوشی کنه نادیده بگیرن، اولین کاری که میتونن مرحله اول کنایه
یک صحبتی یا حرفی رو با کنایه به شاگرد بفهمونه که این کار تو اشتباه بوده. بعد از اینکه اگر شاگرد متوجه کنایه نشود، یعنی غیر مستقیم حرف رو نفهمید، میتونه توبیق یا سرزنش کنه شاگرد، با شاگرد صحبت کنه. در مقابل همگی نه، شاگرد در مثلا با شاگرد به تنهایی صحبت کنه که این کار تو امروز کردی اشتباه بود، این کار اگه نمی‌کردی راه هم بود، یا اینکه تو این کار کردی با چیزای منفی که بعد از اتفاق میفته این نکاته. وقتی که شاگرد متوجه بشه استاد با این محبت با این مثلا شیوه درست با هم برخورد کرده، مطمئنا کوشش میکنه تا اینکه مشکلی که به وجود آورده دیگه مشکل رفتار نکنه. و در مقابل تحسین کردن، وقتی که شاگرد یک کار درست رو انجام میده، درس رو به خیلی شیوه عالی میخونه و یکی در قسمت درس خیلی سهم میگیره، استاد رو تحسین کنه، تقدیر کنه، و این تحسین تقدیر کردن موجب میشه که شاگردان به خود درس خیلی بیشتر علاقمندی نشان بدن و موجب میشه یک اخلاق تحسین و تقدیر در شاگرد چیکار کنه؟ ایجاد کنه، شاگرد بفهمه در مقابل بعدی وقتی کسی کار خوب انجام میده چیکار کنه، او رو تحسین کنه یا از او سپاسگزاری کنه. و همچنان تواضع و فروتنی که یکی از خصوصیات هم استاد و هم شاگرد بود، و یکی وقتی که استاد در مقابل شاگرد تواضع و فروتنی داشته باشه، این باعث میشه که شاگرد هم تواضع و فروتنی در مقابل بقیه افراد داشته باشه. تشکر بسیار زیاد جناب استاد از حضور شما در برنامه و از حرف خیلی مفیدی که در برنامه گفتین، و امیدوارم دانش آموزان گرامی و متعلمین گرامی بتونم اینا رو رعایت بکنم، یک ارتباط خیلی خوب بین هم اساتید گرامی و هم متعلمین گرامی ما برقرار بشه. از اینکه حضور یافتین بازم تشکر می‌کنم. با تشکر از شما و همکاران شما. و تشکر میکنم از بیننده های گرامی که تاکنون بیننده برنامه خود هستن. فعلا میان برنامه کوتاه داریم و بعد از میان برنامه دوباره برمیگردیم. با ادامه برنامه از شهریوار ما را همراهی کنید.